اموال ملت ندارن. خوش آمدید دوستان. آقای حسن اعتمادی از شما شروع میکنیم. سوال اصلی این هستش که واقعا این قرارداد برجام که هدف بر این بود، مبتنی بر این بود که زندگی مردم رو در حقیقت رونق ببخشه، رو به بهبودی ببره، گشایش اقتصادی به وجود بیاره، آیا آورد یا نیاورد؟ همه میدونن که نیاورد، ولی نظرتون در این زمینه؟ خواهش میکنم، همونطور که خودتون در مقدمه برنامه توضیح دادید، مسئله به اصطلاح تفاهم‌نامه‌ای که بر سر برجام شد در طول این مدتی که هنوز دولت جدید امریکا از اون خارج نشده بود، ما شاهد این بودیم که هیچ گونه بهبودی در رابطه با وضعیت معیشتی مردم ایران صورت نگرفت. یعنی اون چیزی که در گذشته بود به مراتب بحرانی تر شد. مسئله بیکاری، مسئله به اصطلاح مشکلاتی که محیط زیست به بار آورده و کشاورزی ایران و حتی تامین اولیه آب آشامیدنی به اصطلاح ضروری رو برای میلیون ها مردم کشور ما دچار مشکلات اساسی کرده. یعنی در طی این مدت دولت آقای روحانی کوچکترین اقدامی حتی در رابطه با امکانات مالی که دولت آقای اوباما در اختیارشون گذاشتن در جهت رفع نیازهای اولیه مردم کشور ما نتونست به عمل بیاره. دلیلش هم روشن بود، به خاطر اینکه سیاست‌های حکومت ایران در رابطه با نفوذ و به اصطلاح کنترل در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای همسایه ما شدیدتر شد، هزینه‌هاش بالاتر رفت، به دلیل اینکه همونطور که باز شاید هستیم مشکل سوریه بالاتر شد، لبنان هزینه‌های بالاتری رو حزب الله برای ایران به وجود آورد، تا جایی که آقای نصرالله اعلام کرد که تا زمانی که پول ایران هست ما مبارزمون رو علیه اسرائیل ادامه خواهیم داد. یعنی نمونه های از این قبیل بسیار زیاد بودن که مسئله به اصطلاح پیش از خروج دولت امریکا از برجام، حکومت آقای روحانی قادر نبود که یا قادر نشد که کوچکترین اقدام موثری برای رفع این مشکلات در ایران به عمل بیاره. تشکر. آقای مصداقی، آیا سیاست های در حقیقت نادرست سران جمهوری اسلامی منجر به این شد، یا اینکه به طور کلی بحران اقتصادی آنچنان بد بود که این بیلیون ها دلاری که به دامن جمهوری اسلامی ریخته شد نمیتوانست تغییر فاحشی در روند زندگی مردم بیاره، با در نظر گرفتن داکترین جمهوری اسلامی که در حقیقت بست و گسترش اون ستون ایدئولوژیکش به کشورهای خاورمیانه است؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت اعتمادی، همچنین بینندگان عزیز. بعد خدمتتون عرض کنم که قرار نبوده که مشکلات مردم ایران حل بشه. ببینید، یا قرار نبوده وضعیت اقتصادی مردم ایران خوب بشه. اصولاً برجام مانع از فروپاشی وضعیت اقتصادی کشور و مانع از فروپاشی در واقع نظام اسلامی شده. این مسئله است که باید روش تاکید بکنم. به مفهوم در به این مفهوم نیست که وضع اقتصادی مردم الان خوب میشه. نه، اون موقع تورم 40% بوده، بعدن تونستن این رو به 10% همونجوری که میگفتن، حالا آمارا اگر فکر کنیم آمارها واقعی هست، این رو کاهش بدن. این مسئله است که بعضیا به غلط تصور میکنن ممکنه حقوقا زیاد بشه، ممکنه گرونی کم بشه. نه، حتی آمارها میگه که 10% اضافه میشه. این یک بخش ماجراست، ولی بخش اساسیش برمیگرده به این که دولت اسلامی تلاش میکنه که از مناسبات اقتصادی بین‌المللی استفاده کنه با برجام. یعنی این سیاستی بوده که خامنه‌ای اتخاذ کرده بود، مبنی بر اینکه در تعامل با دنیا بتونه مشکلات اقتصادی نظام رو حل بکنه، به دلارهای نفتی دست پیدا بکنه برای آسود، و از اون طرف وارد تعاملات بین‌المللی، وارد تعاملات سیاسی و وارد تعاملات امنیتی نشه، و همچنان به صدور تروریسم، همچنان به صدور بحران و بنیادگرایی ادامه بده، و همچنین تشدید بکنه جنگ‌های نیابتی رو در سطح منطقه. این چیزیست که امکان ناپذیره و اساساً هیچ کسی این رو نمیپذیره، حتی اروپایی‌ها هم نمیپذیرن. یک مشکلی که امروز وجود داره بین اروپا و امریکا اساساً به نحوه برخورد با نظام اسلامی است.
وگرنه منطق دولت امریکا رو و منطق ترامپ رو و منطق در واقع سیاستگزاران امریکایی رو حتی اروپایی ها زیر سوال نمیبرن و در این مسئله با اونها هم نظر هستن و ابراز نگرانی میکنن و حتی روس‌ها به دنبال این هستن که این تهدیدات رو کمتر بکنن یا در واقع تغییراتی در برجام یا در مناسبات نظام اسلامی با دنیا به وجود بیاد. تشکر میکنم. با نظر گرفتن این در حقیقت نکات که شما اشاره کردید، خود جمهوری اسلامی هم میداند که نمیتونه روی اون حمایت هایی که امروز آقای خانم موگرینی یا اتحادیه اروپا قاطعاً دارن میگن که در برجام باقی خواهند ماند یا برجام پایدار خواهد ماند حساب بکنه، به همین دلیل، به همین دلیل که خود آقای مکرون پس از سفر مکرون به آقای اعتمادی روی سخنم با شماست، پس از سفر مکرون به امریکا گفته میشه که بعد از بازگشت ایشون بسیاری از پالایشگاه‌های اروپایی در حقیقت در فکر جایگزین کردن خرید نفت از کشورهای دیگه شدن، برای اینکه دلنگرانی و تردید پیدا کردن که آیا در عرض این 6 ماهی که در پیش هستش اروپا به مواضع امریکا نزدیک خواهد شد و یا نه. و ما میبینیم که همونجور که آقای مصداقی اشاره کردن در رابطه با 4 pillars که همون 4 اصلی که آقای مکرون اشاره کردن، در حقیقت اروپایی هم با امریکا در توافق هستند. نقش عربستان سعودی و اسرائیل رو شما چگونه در متقاعد کردن امریکا در خروجش از برجام میبینید و یا احتمالات تصمیمات آتی در رابطه با خاورمیانه؟ بله، در قسمت اول پرسشتون راجع به موضع‌گیری کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان خدمتتون عرض کنم. قطعا خود شما میدونید و آقای رجب مصداقی و بسیاری از هموطنان ما که برای به این برنامه توجه دارن، اولا از هم اکنون روابط کمپانی‌های بزرگی مانند شرکت به اصطلاح نفت فرانسه، مانند زیمنز و بسیاری از کمپانی‌هایی که شرکت‌های بیمه هستند در رابطه با حمل و نقل کشتی‌های باری در خلیج فارس فعالیت خودشون رو متوقف کردن و شرکت توتال فرانسه با اینکه 2 میلیارد دلار بودجه اولیه رو، هزینه اولیه رو برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی در میون گذاشته بود، حاضر شد از ادامه این قرارداد چشم‌پوشی بکنه و همچنین مقاماتی مثل خانم مرکل صدر اعظم آلمان دیروز گفتن که با توجه به اینکه امریکا از برجام بیرون رفته، بعید میدونیم که اتحادیه اروپا بتونه باقی بمونه در برجام. یعنی از همین الان میشه پیش بینی کرد که کشورهای اتحادیه اروپا به تبعیت از دولت امریکا از برجام یکمی من با قاطعیت دارم میگم، ولی عملی شده، نه اینکه نظر منه و یا اینکه پیش بینی است، ولی عملی شده و مسئله تحریم هایی که از سوی امریکا انجام گرفته به نوعی به نظرم از طریق کشور حداقل کمپانی‌های اتحادیه اروپایی به اجرا در اومده از همکنون و دولت‌های اروپایی هم همونطور که یکی از سیاستمداران به اصطلاح آلمانی امروز اشاره کرده بود، دولت‌ها نمیتونن قادر نیستن هزینه ضرر و زیان شرکت‌هایی که بخوان با ایران همکاری بکنن رو بعد از تحریم‌های امریکا بتونن بپردازن. بنابراین بانک‌ها نه تنها شرکت‌ها بلکه بانک‌ها هم باید هزینه و جریمه بدن اگر که در حقیقت بتونن بخوان کردیت اعتباری به وجود بیارن. درسته؟ کاملا درسته. یعنی مسئله مرابطه اقتصادی بانکی در سطح بین‌المللی ایران همچنان باهاش مشکلات شدیدتر خواهد شد، به خصوص اینکه امریکا رئیس بانک مرکزی رو به اتهام اینکه کمک رسانی کرده، یعنی پول فرستاده برای گروه تروریستی، در لیست تحریم‌های خودش قرار داده. تمام این تحریم‌ها به نظر من اثرات بسیار مخربی رو خواهد گذاشت در رابطه با وضعیت اقتصادی حکومت ایران و در نتیجه ما در ماه‌های آینده باید در انتظار مشکلات شدیدتری باشیم. به خصوص امروز آقای پومپئو وزیر امور خارجه امریکا نکاتی رو مطرح کردند که بسیار نکات جدی هست. یعنی تا به حال حتی به نظر من آقای ترامپ با این صراحت و با این روشنی در رابطه با مسئله ایران و ادامه تحریم‌های جدید و شدیدتر رو به این شکل بیان نکرده بودن و شرایطی رو قائل شدن در این حال با همه موضع‌گیری‌های
روشن و سختی که کردن این استش که از ایران خواستن که به پای میز مذاکره برگرده و در صورتی که ایران اقدام به چنین کاری بکنه، حتی وعده‌هایی را آقای پومپئو داده برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک بکنه، روابط دیپلماتیک دو کشور برای بتونه به راه بیفته، و در غیر این صورت آقای پومپئو به طور جدی بیان کرده در صورت که ایران نپذیره این شرایط روش در باید در انتظار وضعیت بسیار سختی باشه. تشکر میکنم. آقای مصداقی، در رابطه با مسائلی که آقای اعتمادی مطرح کردن، یکی از قدیمندهای مطالبات امریکا توقف موشک‌های بالستیک هستش که می‌دونیم مورد اعتراض کشورهای همسایه به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی و غیره است، و ایران هم داره میگه که من چون در حقیقت دفاع هواییم اونقدر قوی نیستش، موشک‌های بالستیک تنها وسیله‌ای است که من میتونم در رابطه با امنیت کشورم استفاده بکنم و گیواب نمی‌کنم، یعنی ادامه میدم. نظر شما در این زمینه چه هستش در رابطه با درخواستی که پومپئو می‌کنه؟ ببینید آقای پومپئو 12 تا شرط رو تعیین کرد. من و شما و همه ایرانیانی که این برنامه رو می‌بینن، یا در واقع همه کسانی که به نوعی برای آینده ایران نگران هستند، من این سوال رو مطرح می‌کنم: با کدوم یک از این مواردش مخالفن؟ یا کدوم یک از این موارد رو برخلاف منافع ملی ما می‌بینن؟ ببینید، سه موردش در ارتباط با مسائل هسته‌ای است، ولی نه موردی که آقای پومپئو مطرح کردن هیچ ربطی به مسائل هسته‌ای نداره. و من فکر می‌کنم خواسته اساسی و اصلی اکثریت مردم ایران، حتی تو شعارهاشون در تظاهراتی که از سال 88 به این ور مردم هر جا که فرصت پیدا کردن مطرح کردن، این خواسته‌ها بوده. ببینید، من سه تا موردی که به مسئله هسته‌ای برمیگرده رو آخر میگم، این نه مورد رو میگم. ببینید، آقای پومپئو گفتن که ایران باید توسعه برنامه موشکی بالستیک و پرتاب موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند رو متوقف کنه. توجه داشته باشیم که اساساً نظام اسلامی از این طریق به تهدید کشورهای دیگه روی موشک‌ها نوشته شده بود برای نابودی اسرائیل و میدونید که قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه‌ای که منجر شد اون 6 قطعنامه قبلی تحریمی ایران رو کنار بگذارن، ابراز نگرانی میکرده راجع به آزمایشات موشکی ایران و خواستار کنار گذاشتن اون شد. و میدونید به خاطر این قطعنامه است که 6 قطعنامه قبلی که ذیل اصل 6/7 منشور ملل متحد تصویب شده بود، یعنی به خطر انداختن صلح جهانی، این در واقع اونا رو کنار گذاشته. پس این بسیار بسیار مهمه، حیاتیه و خواست بین‌المللی است، خواست شورای امنیت، حتی خواست چین و روسیه بوده. این رو توجه کنید. مورد بعدی، ایران باید همه شهروندان امریکا و همینطور شهروندان دیگر کشورهای همپیمان ما را آزاد کنند. میبینید نظام اسلامی داره گروگانگیری میکنه. بله. و از طریق گروگانگیری داره سیاستش رو پیش میبره. بسیاری از ایرانیان هم در این رابطه دستگیر شدن. و میدونید حتی کسانی که در خدمت نظام اسلامی بودن، لابی رژیم در خارج از کشور بودن، امروز به خاطر این در واقع باج‌خواهی دستگیر شدن. آقای ماهان عابدین، آقای نمازی پدر و پسر، باقر و سیامک، و آقای عباس عدالت. این فقط یک نمونه از این موضوع است. حتی بسیاری دیگر از ایرانیان که از سوئد اومدن، از انگلستان به ایران بازگشتن، هیچ ارتباطی با دولت‌های خارجی نداشتن، می‌بینیم که وضعیتی گرفتارن. مسئله بعدی، ایران باید حمایت از گروه‌های تروریستی را متوقف کند، از جمله حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی. این خواست مردم ایرانی، این خواست شعارهای مردمی بوده. پول مردم ایران نباید صرف صدور تروریسم بشه، به خصوص در منطقه، به خصوص در اون نقطه حساس. ایران باید استقلال عراق را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد شبه نظامیان شیعه عراق خلع سلاح شوند.
ببینید وقتی عراق روی آرامش نبینه، یعنی ما نمیبینیم، یعنی منطقه نمیبینه، نمیتونیم در کانون بحران زندگی بکنیم و بعد فکر کنیم آتش اون به ما سرایت نمیکنه. نه میکنه، سرمایه های ما میره. ما چه دخالتی باید در عراق بکنیم؟ چرا بایستی پول ایرانی بره نمیدونم خرج شیعیان عراقی بشه، خرج نمیدونم عتبات عالیات بشه، خرج ساخت و ساز در اونجا بشه، خرج توسعه تروریسم در اونجا بشه؟ چرا باید این اتفاق بیفته وقتی هنوز خرمشهر و هنوز آبادان و اهواز ایران ویرانه هستن؟ از اون طرف بریم نگاه کنیم، میگه ایران باید حمایت از حوثی ها را، حوثی های یمن را متوقف کند. چرا باید از ایران از حوثی های یمن دفاع کنیم؟ چرا بایستی اونجا دخالت بکنه؟ چرا باید اونها در واقع با سلاح ایرانی و به اصطلاح با حرف اینا که میگن مستشار ایرانی اونجا برن با عربستان بجنگن؟ یک جنگ نیابتی بی حاصل که فقط سرمایه های منطقه رو از بین میبره. و بعد ایشون میگن ایران باید همه نیروهای تحت امرش را از سوریه عقب بکشن. این خواست مردم ایران نیست؟ چرا بایستی مردم ایران، چرا بایستی سرمایه های ایرانی در سوریه خرج بشه؟ چرا سوریه باید نابود بشه؟ چرا باید دشمنی بین مردم سوریه و مردم ایران ایجاد بشه؟ مسابقه تیم ملی فوتبال سوریه رو در تهران دیدید؟ دشمنی تیم ملی سوریه رو با تیم ملی ایران دیدید؟ اینا رو همه مردم ما شاهدن، ما شاهد ناظر این صحنه هستیم. چرا باید اتفاق بیفته؟ ببینید میگه ایران باید از حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان میگه دست برداره، میگه باید پایان بده. چرا ما باید از طالبان حمایت کنیم؟ چرا ما باید از در واقع تنش در افغانستان حمایت بکنیم؟ چرا سرمایه ایرانی اونجا خرج میشه؟ میگه ایران باید به حمایت نیروهای قدس از گروه‌های تروریستی و هم پیمانان شبه نظامیش پایان دهد. این خواست مردم ایرانه. سپاه قدس امروز داره سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنه، تنش ایجاد میکنه. مردم ایران تحریم شدن به خاطر سپاه پاسداران، به خاطر سپاه قدس، به خاطر تنش آفرینی های اونها. هر چه نابسامانی در کشور هست، یک سرش زیر سر سپاه قدسه، یک سرش زیر اطلاعات سپاه، یک سرش زیر سر سپاه پاسدارانه. چرا باید فعالان محیط زیستمون رو بگیرن در حالی که ایران داره نابود میشه؟ محیط زیستمون، هوامون، آبمون، هم اونجایی که داریم زندگی میکنیم داره نابود میشه. چه کسی اینا رو دستگیر کرده؟ چه کسی فعالین اجتماعی رو دستگیر میکنه؟ چه کسی روزنامه‌نگاران رو دستگیر میکنه؟ چه کسی به هر کسی که میرسه انگ جاسوسی میزنه؟ غیر از اینها میگه ایران باید به تهدید همسایگانش که بیشترشان همپیمانان آمریکا هستن پایان دهد. از حمله و تهدید و ویران کردن اسرائیل و پرتاب موشک به عربستان و امارات میگه باید خودداری کنه. چرا ما باید حوثی ها رو تحریک کنیم؟ چرا روزنامه کیهان باید بنویسه این دفعه باید امارات رو بزنیم، این دفعه باید نمیدونم فلان رو بزنیم؟ اینا خواسته های منطقیه. اینا هیچ کدومش خواسته های عجیب و غریبی نیست. هر دولت ملی در ایران سر کار بیاد، هر دولت ملی همه اینها رو گردن میگذاره. و اون سه شرط دیگه‌اش میگه آقا جنبه‌های نظامی فعالیت هستیش همه رو باید بگه. معلومه باید بگه. چرا که نه؟ چرا میخواد فعالیت نظامی هستی داشته باشی؟ میگه ایران باید غنی سازی رو به طور کامل قطع کنه. ما چه نیازی داریم به غنی سازی وقتی نمیتونیم حتی زباله بیمارستانیمون رو حل و فصل کنیم، زباله شهریمون رو حل و فصل کنیم؟ و بعد میگه بایستی اجازه بدن که بازرسان انرژی اتمی، آژانس انرژی، هر جا خواستن همه پایگاه ایران برن نگاه کنن. چرا نباید برن؟ اگه خلاف نمیکنید، اگه کار برخلاف خواسته بین المللی نمیکنید، چی دارید مخفی کنید؟ خب برن هر جا که میخوان برن ببینن. اشکالی داره مگه؟ پس ببینید خواسته هایی که مطرح شده، علارغم اینکه من یه آدم یک فردی هستم، من هم مخالف پومپئو هم، هم مخالف جان بولتون هم و هم مخالف ترامپ هم، بارها و بارها این رو مطرح کردم، ولی اونچه که مطرح میکنن غیر واقعی نیست، ولی اونچه که مطرح میکنن عین واقعیت حقیقته. و ما اگه میخوایم فشار بیاریم، ما بایستی روی دولت جمهوری اسلامی بیاریم. ما باید خواستمون رو سرش کج کنیم تو ایران، نه به خارج از کشور، نه نمیدونم شرایط بین المللی و اینها رو پیش بکشیم. بسیار بسیار عالی. صحبت در حقیقت آقای شریعت مداری بود که پس از حمله موشکی بالستیک به عربستان سعودی نوشتن که حالا بعد نوبت جای دیگه است. آقای اعتمادی نظر شما؟ ببینید در ادامه صحبت‌های آقای مصداقی باید بگم که اگر تریبون بین المللی رو امروز در اختیار من یا آقای مصداقی میگذاشتن، ما چیزی فراتر از صحبت‌های آقای پومپئو نمیتونستیم بکنیم. به نظر من امروز مردم ایران و اپوزیسیون ایران باید یک تصمیم تاریخی خودش رو بگیره و اون این استش که دولتی در امریکا بر سر کار اومده، ضمن اینکه ما این دولت رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم،
موافق اصولاً سیستم‌های سیاسی اقتصادی امریکایی و غربی باشیم یا نباشیم، اونها تبدیل شدن به بلندگوهای مردم ایران، تبدیل شدن به کسانی که خواستا و مطالبات اساسی مردم ایران رو مطرح میکنن و این به نظرم اتفاق بسیار مهمی است، به خصوص اینکه در برابر همین سخنرانی آقای پومپئو در امروز بلافاصله آقای حسن روحانی واکنش نشون داده و در پاسخ به آقای پومپئو گفته است که شما چه کاری که میخواین در رابطه با مسائل جهان و ایران تصمیم بگیرید. من در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم به نقل از خانم مرکل صدر اعظم دولت امریکا، ایشون گفتن که بدون امریکا ادامه برجام بر کار ساده ای نیست، یعنی به زبان دیپلماتیک این که ما هم نمیتونیم این قضیه رو ادامه بدیم. بنابراین با همین یک نمونه میشه نشون داد که امریکا در سطح جهان میتونه تصمیم بگیره. این تصمیم ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. امروز این تصمیم به نفع ماست، به نفع مردم ایرانه، به نفع کشورهای در منطقه است، به نفع امنیت و ثبات تمام جهانه. چون حکومت اسلامی ایران به روشنی و با صراحت امنیت منطقه و امنیت جهان رو مورد تهدید قرار میده. وقتی که امریکا از برجام بیرون میاد، بلافاصله رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران اعلام میکند که ما بعد از این غنی‌سازی 20% خودمون رو آغاز میکنیم. این معناش زبان تهدیده. غنی‌سازی 20% معناش این است که ما خودمون رو آماده خواهیم کرد برای تولید بمب هسته‌ای. چون این مسئله حیاتی و اساسی بود وقتی در مذاکرات برجام بین کشورهای 5 به علاوه 1 انجام گرفت. در اونجا گفتن که ایران حق نداره که غنی‌سازی رو بیشتر از، یعنی پایین تر از 4% فقط میتونه انجام بده. بنابراین مقامات ایران با زبان تهدید، یعنی از بین بردن امنیت بخصوص منطقه، کاری رو کردن که کشورهای منطقه مجبور شدن به درستی یا نادرستی، مانند عربستان، مانند کشورهای امارات، مانند اسرائیل، که بیشتر پناه ببرن به امریکا و از امریکا بخوان که در برابر تهدیدهای نظامی و تروریستی حکومت اسلامی ایران از اونها به اصطلاح حمایت کنه و به اصطلاح از اونها به اونها کمک بکنه. و این طبق قراردادهایی که همواره در بین کشورهای قدرتمند و کشورهایی که در حد کشورهایی که در خاورمیانه بودن همیشه وجود داشته. اون چیزی که میخوام عرض بکنم اینه که سیاست‌های حکومت اسلامی ایران امروز تمام مردم منطقه خاورمیانه رو در مرحله اول به وحشت و ترس انداخته و در رابطه با مردم ایران اونها رو به فقر و فلاکت و بیچارگی کشونده و ما امروز با همه مردم خاورمیانه، با مردمان آزادیخواه و کسانی که نگران امنیت و ثبات دنیا هستند، سرنوشتمون به هم گره خورده و نمیتونیم به تنهایی در برابر حکومت اسلامی ایران بایستیم و طبیعی است که تلاش بکنیم، به خصوص از طرف نیروهای اپوزیسیون تلاش بکنن که به نوعی یک نوع هماهنگی رو در یک چنین شرایطی به وجود بیارن و حکومت اسلامی ایران از این همه به اصطلاح اشتباهاتی که تا به امروز مرتکب شده و ما رو به عنوان بدنامترین کشور دنیا، ورشکسته‌ترین کشور دنیا، برخلاف آقای حسن روحانی که امروز گفتن که ما از این تهدیدها مردم ما بسیار شنیدن و ما توجه به این نوع تهدیدها نداریم. یعنی درست همون جمله بندی که آقای احمدی نژاد مطرح کردن که این تحریما کاغذپاره پیش نیست و با تمسخر ادامه دادن که ما به کار خودمون ادامه میدیم. آقای حسن روحانی و دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان هم در این واکنشی که به سخنان آقای پومپئو نشون دادن که هیچ تفاوتی با اصولگراها، با آقای شریعت مداری، با آقای احمدی نژاد، با فرماندهان سپاه پاسداران ندارن. وقتی که به اصطلاح منافع حکومت و موقعیت نظام جمهوری اسلامی ایران به خطر میفته، اینها این خطر رو کاملا از تمام جوانب احساس کردن. اقتصاد ورشکسته و در طی 3 ماه و 6 ماه آینده این ورشکستگی به اوج خود خواهد رسید و اینها قصد دارن که با تهییج مردم و به خرج مردم، فکر میکنن البته، بتونن در برابر این وضعیت مقاومت بکنن. در صورتی که اعتراضات مردم از دیماه گذشته تا به امروز، همین امروز در تهران، در اهواز، در بسیاری از شهرهای ایران مردم به عناوین مختلف اعتراض کردن. کارگران لوله‌سازی اهواز امروز تظاهرات داشتن، بر علیه رژیم شعار دادن. مال باختگان در شهرهای مختلف از جمله در تهران به خیابان‌ها اومدن تظاهرات کردن. منظورم این استش که این شرایط به طوری به سر امروز
شکل گرفته که یک نوع نارضایتی عمومی هم از طرف مردم ایران، هم از طرف مردم خاورمیانه، مردم سوریه که 6 میلیون آواره داخلی دارن، 5 میلیون آواره خارج از کشور دارن، بیش از 500 هزار نفر از مردمان این کشور به اصطلاح کشته شدن با کمک ها و با به اصطلاح دست داشتن جمهوری اسلامی. بنابراین دنیا و خاورمیانه و مردم ایران تحمل یک چنین وضعیتی رو نخواهند کرد و من فکر میکنم ما در ماهای آینده شاهد حوادثی خواهیم بود که تکلیف این حکومت به نظر من روشن خواهد شد. تشکر میکنم. در برنامه هفته گذشته بحثی بر سر این بود که در حقیقت ایران امیدوار هستش که موضع امریکا چون یک موضع سیاسی بوده و از قرار معلوم طبق موضعی که خودشون گرفتن ما در تعهد پایبند بودیم و نقصی در این توافقنامه نکردیم و موضع امریکا چون موضع سیاسی بوده پس از گذر در حقیقت این مراحل 2 ساله یا 6 ساله آقای ترامپ یک مقدار وقت بخرند، یک مقدار مانور بدن، مانور اقتصادی سیاسی، یک مقدار نگوشیت یا مذاکره با کشورهای اروپایی بکنن که بر این امید که کشورهای اروپایی هم بتونن رو حمایت بکنن در رابطه با در حقیقت مناسبات اقتصادی تا این در حقیقت دوران گذر تموم بشه یا گذار تموم بشه و بعد به امید اینکه سیاست‌های آمریکا تغییر پیدا بکنه. در همون هفته گذشته ما اعلان کردیم که تصور نمیره که 2 سال طول بکشه یا 6 سال طول بکشه. این مسئله بسیار بسیار حساسه و خیلی زودتر از اینها اروپا به امریکا خواهد پیوست و این چراهایی که آقای ایرج مصداقی عزیز نام بردن بسیار بسیار زیاده. چرا پول ملت ایران، پول ثروت ملت ایران باید خرج در حقیقت بیگانه بشه و ما حاشیه نشین داشته باشیم، میلیون ها نفر حاشیه نشین داشته باشیم، گورخواب داشته باشیم، مال باخته داشته باشیم، مریض و بیمار داشته باشیم که برای ازدواج دخترش کلیه بفروشه؟ چراها بسیار هستن، چراها بسیار. اما سوال اصلی اینجا این است که ما میبینیم که این مباحثی که داره پیش میاد، رویدادهایی که به سرعت دارن مثل مهرها در حقیقت شکل خاص خودشونو پیدا میکنن، ایران رو در یک تنگنا قرار خواهد داد، چه بخواهد چه نخواهد، چه آقای روحانی شعار تراپی رو استفاده بکنن و در حقیقت بلوف سیاسی بزنن، به قول امریکایی‌ها بولی بکنن چه نکنن. ما عربستان سعودی رو داریم، آقای مصداقی روی سخنم با شماست، عربستان سعودی داریم که بیلیون‌ها دلار بخشید داره با پارتنرهای قدیمی ایران مثل چین و مثلا فرانسه و توتال و اینها سرمایه گذاریش رو اکسپاند میکنه. یعنی در حقیقت تلاش میکنه که روی دیپلماسی نفتش، انرژیش بتونه اون در حقیقت منافعی که ایران میتونه برای اینا داشته باشه رو اون جبران بکنه. ما اسرائیل رو داریم که با هم و غم و با تمام در حقیقت تلاشش داره تلاش میکنه که در برابر این زیاده خواهی های ایران بیسته. اتحاد و تمام کشورهای در حقیقت عضو گالف رو داریم. ایران در حقیقت surrounded، یعنی محاصره شده با سیاست هایی که معترضن به موضع هژمونی گرایانه ایران. آیا واقعا راه حلی جز قبول این که آقای پومپیو اشاره کرد ایران هیچ راه حلی دیگه جز پذیرش این موارد داره در رابطه با بقای خودش؟ یعنی ایران که نه، بگوییم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی آیا هیچ راه حل گریزی در رابطه با این بنبست اقتصادی سیاسی که منجر به فروپاشی در حقیقت کل نظام خواهد شد دارد به جز پذیرش این موارد؟ ببینید این موارد چیزایی نیست که آقای پومپئو فقط مطرح کردن. همه میخوان. بله. اینا همکار اروپایی ها میخوان. بله. اینا بله. تمام اروپایی همین 9 مورد رو مطرح میکنن. بله. خود بله. مردم ایران همین 9 مورد رو مطرح میکنن. بله. یعنی هیچ عقل سلیمی پیدا نمیشه با این 9 مورد مخالفت کنه. مگر وابستگان رژیم، مگر خود سپاه قدس، مگر دولت جمهوری اسلامی، مگر وابستگان او در اصلاح طلب ها و اصولگراها، مگر اینها. حتی در بخشی از خود نظام هم میگه ما چرا باید انقدر هزینه بدیم. حتی بخش هایی از نظام هم امروز به این مسئله رسیدن. بله. این یه بخش ماجراست. بخش دیگه ماجرا اینه که دولت جمهوری اسلامی
این وضعیت رو به وجود آورده. ببینید بعد از برجام این دولت جمهوری اسلامی، نیروهای وابسته به دولت، وابسته به بیت رهبری بودن که حمله کردن به سفارت عربستان. بله. این کاری بود که توسط اینها انجام داد. در واکنش از... در واکنش به اعدام در حقیقت بله. مفتی شیعه که بله 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 شیخ رمضان بله شیخ رمضان از اون طرف شما ملاحظه میکنید که این جمهوری اسلامی بود، این دولت اسلامی بود، این سپاه قدس بود، این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در واقع موشک هوا کرد. ببینید امروز فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران آقای خدمی، قبلا سردار ایزدی، یکی از مدرسان سپاه، فرماندهان سپاه، توضیح دادن، توصیف میکنن که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. یعنی میگن ما وظیفمون حفاظت از انقلاب اسلامی ایران نیست، بلکه انقلاب اسلامی است. اینو فرمانده نیروی دریایی سپاه داره. یعنی مربوط به ملی‌گرایی و نشنالیتی نیست، بلکه ما در حقیقت رهبر اسلامی. یعنی سپاه هیچ ربطی به ایران نداره. من چی گرفتم خدمتتون، ما نیاز به سپاه و سپاه پاسداران نداریم. سپاه پاسداران عامل درگیری، عامل صدور بحران، عامل صدور بنیادگرایی. خودش هم میگه ما تعهدی نسبت به ایران نداریم، ما تعهدمون نسبت به انقلاب اسلامی در کل جهانه و این یعنی صدور بنیادگرایی و تروریسم و همه مشکلاتی که شما ملاحظه میکنید. پس بنابراین اون چی که دنیا داره مطرح میکنه واقعی است، این بدخواهی نیست، این در واقع توطئه علیه مردم ایران و نیست، اتفاقا این انعکاس خاص مردم ایران. این یه مسئله بعدی که ببینید آقای روحانی یا خامنه‌ای و امثالهم مطرح میکنن اینکه آقا امریکا چیکار است. اتفاقا امریکا عضو شورای امنیت، شورای امنیت طبق منشور ملل متحد پاسدار صلح و امنیت جهانی است. یعنی امریکا در ارتباط با صلح و امنیت جهانی پاسخ مسئوله. حالا اینکه خود امریکا اینجا تا کجا این رو عمل میکنه یه بحثی است جدا، بحث ما نیست. و اصولا در حقوق بین الملل اون چی که حرف اول رو میزنه زوره، نه الان، در همه تاریخ همین بوده. بنابراین این که اینا بیارین مسائل رو مطرح کنن که اینا فقط خنده داره، اینا فقط برای صحبت‌های پای در محافل و پای منقلای اینها خریدار داره، در سطح بین‌المللی کسی برای اینا تره خورد نمی‌کنه. پس این رو هم باید توجه داشته باشیم که اتحادی که امروز در منطقه و در به وجود اومده علیه نظام اسلامی حاصل سیاست‌های خود ایناست، وگرنه عربستان سعودی که به این ماجرا نبود. چه کسی جنگ های نیابتی رو راه انداخته؟ نظام اسلامی. چه کسی این مشکلات رو به وجود آورده؟ نظام اسلامی. بنابراین اسرائیل نه هم مرز ماست، نه تنها کشوریست در این منطقه و اطراف ایران که هیچ مشکل ارضی با ایران نداره. ببینید ما با کشورهای حوزه و نه مشکل تاریخی، نه تنها ارضی نه تاریخی. ببینید ما در کشورهای حوزه دریای خزر مشکل داریم، مشکل ارضی داریم سر سهم ایران از دریای خزر که سهم ایران رو بردن با کمک اتحاد با کمک روسیه و به خاطر اینکه رژیم اسلامی داره باج میده به اونها. سهم از 50% به 11% رسیده، تازه اونم هنوز سرش حرف و حدیثه. ما با عراق مشکل داریم، ما همچنین با کشورهای حوزه خلیج فارس مشکل داریم، با افغانستان هم سر آب هیرمند و من مشکل دارم. ما و تمام کشورهای عربی که شما میبینید از خواست کشورهای حوزه خلیج فارس دارن دفاع میکنن، از مصر بگیرید تا بقیه. تنها کشوری که با ما هیچ مشکلی نداره، تاریخا هم نداشته و اتفاقا آینده ایران در واقع نیازمند کمک های اونه، به خصوص در زمینه محیط زیست، به خصوص در زمینه آب، به خصوص در زمینه مبارزه با بیابانزایی که ایران رو تهدید میکنه، اسرائیله. بنابراین ما نیاز داریم به یک همفکری، همیاری و همگرایی با اسرائیل، چون ما هیچ مشکلی با اینا نداشتیم و نداریم و نخواهیم هم داشت، چون هم مرز نیستیم. نظام اسلامی رفته در سوریه، از اونجا موشک میزنه توی اسرائیل. نظام اسلامی رفته توی لبنان، از اونجا موشک میزنه تو اسرائیل، حمایت میکنه از حماس و حزب الله در جوار خاک اسرائیل. از این طرف خامنه‌ای میگه در 25 سال آینده اسرائیل رو محو می‌کنیم. من میخوام ببینم کدوم آدم عاقلی اجازه میده اون وقت این نظام
در واقع در کنار مرزهاش حضور داشته باشه و پایگاه های اون رو نزنه. چه کسی عامل درگیری است؟ آیا اسرائیل کنار مرزهای ما اومده؟ نه. نظام اسلامی در کنار مرزهای ما رفته. بنابراین مسئول اینها و میبایستی اینها رو پاسخگو بشن و در واقع این مشکلات ریشش در نظام اسلامی. دقیقاً در رابطه با اسرائیل که اشاره کردید، واقعاً شاید تاریخ این برخورد خصمانه در حقیقت آشکار 20 سال باشه، چون قبل از اون یادمون هستش که در جنگ ایران و عراق در حقیقت این اسرائیل بودش که تمام سلاح‌های مورد نیاز و یدکی‌ها رو در اختیار ایران می‌ذاشت و این در جریان ایران گیت افشا شد و همونجور که اشاره کردید ما نه we don't have a border conflict and we don't have a historical conflict، یعنی اشکال مرزی و تاریخی با اسرائیل نداشتیم. و اینکه خود ایران عضو MPT بوده و در فردو داشته در حقیقت بمب می ساخته در اون جایگاهی که کندن و رفتن چقدر زیر زمین، خب اینها رو فکر میکنم که اینتلیجنس سرویس دنیا خبر داشته و برای همین این فشارها رو در رابطه با مسائل هسته‌ای گذاشتن. اما چون فرصت کم هستش، صحبت از اسرائیل شد، آیا ما دیدیم که درست یک روز پس از خروج امریکا از برجام در حقیقت موشک‌ها به سمت جولان پرتاب میشه توسط سپاه پاسداران و واکنش در حقیقت تلافی‌جویانه اسرائیل هم دیدیم که به مقرهای به 70 در حقیقت مقر سپاه رو ویران کردن. آیا فکر میکنید که در عرض 3 دقیقه که فرصت هست، آیا فکر میکنید که احتمال در حقیقت حمله نظامی در برابر موضع خصمانه ایران و یا موضع انعطاف ناپذیر ایران در رابطه با مطالبات جهانی به قول شما نه تنها پومپیو موجب در حقیقت یک حمله نظامی خواهد شد؟ آقای اعتمادی شما و بعد آقای مستقیم. ببینید در صحبت آقای پومپیو امروز اشاره ایشون میکنن و میگن که اگر ایران شرایطی که ما در نظر گرفتیم نپذیرن، یعنی اون 12 موردی که آقای مستقیم بهش اشاره کردن، و اگر نخوان پای میز مذاکره برگردن و اگر نخوان از سیاست‌های خودشون در منطقه و تهدیدهای کشور منطقه دست بردارن، قطعاً ما وظیفه خودمون میدونیم که عکس العمل دیگری انجام بدیم، یعنی عکس العمل خارج از من نقل به معنی میکنم صحبتشون رو، نه نقل مستقیم. ترامپ هم همین موضع رو گرفت، یعنی همین صحبت رو کرد. یعنی فقط تحریم ها نیست، بلکه اقدامات دیگری هم میتونه در پی داشته باشه. من خالص تصور میکنم با توجه به بخصوص صحبت های امروز آقای پومپئو و شرایط جدیدی رو که اشاره کردن، یعنی یک بار دیگه دعوت کردن که حکومت اسلامی ایران به پای میز مذاکره برگرده و وعده‌های بسیار جالبی هم دادن، گفتن که ما اجازه میدیم که روابط دیپلماتیک دو کشور برقرار بشه، شما از به اصطلاح تکنولوژی پیشرفته امریکا استفاده کنید. به یک معنی میگن حتی ما حاضریم بیایم سرمایه گذاری کنیم، شما رو در به اصطلاح سیستم بانکی بین المللی امکان فعالیتتون رو برقرار بکنیم. همه اینا نکات بسیار مثبتیه در برابر هر حکومت ملی، هر حکومت منطقی اگر این شرایط برگزار به اصطلاح مطرح میشد بلافاصله اون دولت میپذیرفت، چون وقتی وزیر امور خارجه امریکا رسما در یک سخنرانی رسمی این مسئله مطرح میکنه، یعنی سنده، یعنی مدرکه و دنیا داوره و این چیزا ثابت میکنه. مرسی. رژیم ایران جواب مثبت نداد. بنابراین به نظر من اگر ایران پای به اصطلاح گفتگو نره و اگر نخواد دست از این سیاست ها برداره، متاسفانه میشه پیش بینی کرد که امکانات به اصطلاح اقدامات نظامی هم برات چه شکلی از طرف کدوم میشه. مرسی. آقای مستقی عزیز 30 ثانیه. راستش من در شرایط کنونی فکر نمی کنم خطر حمله نظامی باشه، به خاطر که هزینه های خاص خودش رو داره و به خاطر اینکه صدها هزار نیرو باید در منطقه بیارن. حمله نظامی که عرض کنم خدمتتون یعنی برای انداختن نظام اسلامی و من فکر کنم هزینه های اون بسیار زیاده و فکر نمی کنم نظام اسلامی نظامی باشه که بخواد در مقابل چیزی ایستادگی کنه یا مقاومت کنه. در گذشته نشون دادن که اونها کوتاه میان. البته
عرض کردم بازم خدمتتون، این تحلیل داده هاست، یعنی در واقع داده هایی که امروز داریم ما، من برای اون اساس دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر در سیاست همه چیز میتونه اتفاق بیفته، احتمال همه چیز هست، بعدا اگر شرایط عوض شد، داده ها تغییر کرد، حتما راجع به اون صحبت کنیم. حتما در برنامه شرکت خواهیم کرد، ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. اما موضوع مهم این هستش که مردم امروز میبایستی همچون که آقای اعتمادی گفتن هوشیارانه، هوشمندانه در حقیقت دست به دست هم بدن و در حقیقت مبارزاتی رو که از دیماه دو سه ماه پیش آغاز شده رو همچنان ادامه بدن تا این تغییر بنیادی از طریق خود مردم به وقوع بپیونده. همه شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپاریم. با دوستان در رابطه با برجام در هفته های آینده بحث و گفتگو خواهیم کرد. با سپاس، مرسی.